آغاز 16 سال روز انقلاب شاه و ملت است. انقلابی که مبدع تحولات عظیم اجتماعی و سرآغاز پیروزی های بزرگ ملی گردید. بیش از 300 هزار تن از مردم تهران با تشکیل یک اجتماع بزرگ در اطراف میدان شهیاد خود را برای بزرگداشت سال روز انقلاب سرنوشت ساز ایران آماده می کنند. ابتدا آقای نخست وزیر و دبیر کل حزب رستاخیز ملت ایران، رؤسای دو مجلس، وزیر دربار شاهنشاهی، هیئت دولت، اعضای دفتر سیاسی و هیئت اجرایی و مسئولان حزب رستاخیز ملت ایران و گروهی از مقام‌های مملکتی از برابر تمثال شاهنشاه آریامه رژه می روند. در سال روز ششم بهمن نظیر این تظاهرات پرشکوه با همبستگی هرچه بیشتر همه طبقات مردم در سراسر کشور برگزار می شود و ملت ایران یک پارچه حق شناسی خود را از شاهنشاه آریامه پایه‌گذار انقلاب ایران ابراز می دارد. صفوف نمایندگان کشاورزان و دهقانان آزاد شده به نشانه سپاس از رهبر خردمند ملت ایران از برابر تمثال شاهنشاه آریامه رژه می روند. طبقات کشاورز و کارگر که به منزله ارکان اولیه جامعه ایرانند بیش از هر طبقه دیگر از ثمرات انقلاب ملی بهره‌مند گردیدند. انقلاب ایران توده های وسیع کشاورزان و دهقانان را از قید ارباب و رعیتی رهایی بخشید و روستایی زندگی تازه یافت. 15 سال پیش خورشید انقلاب در سراسر ایران پرتو افکن گردید. طی 15 سال همه قشرهای کشاورزان و توده های وسیع کارگران، زنان و مردان آزاده از مواهب انقلاب بهره‌مند گردیدند. عموم طبقات به طور عادلانه از توسعه اقتصادی و رفاه عمومی برخوردار شدند. ملت ایران یک پارچه در پشت سر پایه‌گذار انقلاب رهایی بخش ایران ایستاد و چنان شد که درخت انقلاب هر روز ثمر تازه‌ای به بار آورد. امکانات فرهنگی و بهداشتی و رفاهی تا اعماق روستاها و دورافتاده‌ترین نقاط در اختیار مردم قرار گرفت. کارگران با قیافه‌های مصمم و با احساسات پرشور از برابر تمثال شاهنشاه آریامه رژه می‌روند. در پرتو انقلاب صنایع ملی شکوفان شد. کارگران در سود سهام و مالکیت واحدهای صنعتی سهیم گردیدند. میلیون‌ها زن و مرد روستایی و شهری امکان مشارکت در همه شئون زندگی مترقی امروز را به دست آوردند. تظاهرات دامنه‌دار کارگران بهره‌مند از ثمرات انقلاب و اجتماعات پرشکوه میلیون‌ها نفر از طبقات مختلف مردم وطنخواه در سراسر کشور پاسخ قاطعی است به دشمنان ایران و دسایس استعمار. زنان ایران برخوردار از اصل پنجم انقلاب با صفوف منظم با شعار زنان ایران دوشادوش مردان با هر گونه توطئه استعمار مبارزه می کنند در این تظاهرات شرکت جستند. در آستانه 16 سالگرد انقلاب شاه و ملت سومین کتاب شاهنشاه آریامه تحت عنوان به سوی تمدن بزرگ انتشار می یابد. شاهنشاه در این کتاب خطوط اصلی برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، آموزشی، نظامی و سیاست خارجی کشور را ترسیم فرمودند. این کتاب منعکس کننده مستقیم اندیشه‌ها، راهنمایی‌ها و ارشادهای عالیه شاهنشاه آینده ساز ما در رهبری ملت ایران به جانب دوران طلایی تمدن بزرگ است. در این کتاب پیام یک رهبر، یک پدر، یک معلم و یک مرشد خردمند خطاب به ملت خود نگاشته شده است. شاهنشاه در این کتاب چنین مرقوم داشتند: من این راه پر افتخار و شکوه آفرین سرنوشت را در برابر ملت خیش گذاشتم، زیرا آن را تنها راه تأمین سرفرازی و نیکبختی این ملت می دانم و چون بدین حقیقت
ایمان راسخ دارم به عنوان شاهنشاه این سرزمین و رهبر سرنوشت ملت ایران و به عنوان پدر، مربی و دوست خیرخواه یکایک افراد این ملت، ابلاغ آن را وظیفه خیش در ایفای رسالتی می شمارم که از این بابت به عهده دارم. دختران و پسران سپاهی مصمم و استوار با صفوف منظم و فشرده از برابر جایگاه رژه می روند. سپاهیان دانش و بهداشت و ترویج و آبادانی، حماسه آفرینان انقلاب ایران، نور دانش و فروغ بهداشت و زندگی بهتر را به روستاها به ارمغان بردند. در پی اصلاحات ارضی با اعزام سپاهیان انقلاب، تشکیل خانه های انصاف، ایجاد شرکت های تعاون روستایی و خانه های فرهنگ روستایی، چهره روستاهای ایران دگرگون گردید. شاهنشاه دوراندیش در کتاب به سوی تمدن بزرگ درباره هدفهایشان برای ایران آینده چنین مرقوم داشتند: من هدف نهایی این راه را رسیدن کشور و ملتم به دوران پرشکوه تمدن بزرگ و سپس زیستن در آن دوران و کوشش در سرشاری و غنای باز هم بیشتر آن تعیین کردم، زیرا نه خودم به چیزی کمتر از این هدف قانع هستم و نه چیزی کمتر از آن را شایسته ملت ایران می دانم. نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و اصول انقلاب شاه و ملت راز بقای ملت ایران و عظمت و وحدت ملی این سرزمین کهنسال است. هزاران تن از استادان دانشگاه، دانشجویان، دانشگاهیان و نمایندگان مؤسسه های آموزش عالی به منظور تأکید قاطع بر پیمان ناگسستنی خود با آرمان های انقلاب رژه می روند. حرکت شکوهمند قشر پژوهنده و روشنبین کشور در این تظاهرات ملی نشانگر قدر و منزلت و ارجی است که این طبقه بر مواهب و فرایندهای انقلاب کشور خیش می نهند. دانشجویان و آینده سازان کشور خوب می دانند که نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت سه حلقه پیوسته هستی بخش ملی و ضامن سعادت ایران و استمرار و پیوستگی تاریخ شاهنشاهی ایران است. از ثمرات انقلاب ایران تحصیل رایگان و تغذیه رایگان برای میلیون‌ها دانش آموزی است که سرنوشت آینده ایران را در دست خواهند گرفت. اکنون بیش از 9 میلیون نفر دانش آموز در آموزشگاه‌ها به تحصیل اشتغال دارند. شاهنشاه پیرامون آموزش جوانان کشور می‌فرمایند: هدف اساسی از تحول آموزشی می‌باید این باشد که شخصیت جوانان ما و حس اعتماد به نفس آنان از هر جهت تقویت شود تا افرادی که در آینده سرنوشت کشور را به دست خواهند گرفت برای قبول مسئولیت‌های خود واقعا آماده و مجهز باشند. حزب رستاخیز ملت ایران به عنوان مظهر همبستگی مردم ما و به صورت زیربنای معنوی ملت ایران و در این حال چون یک کانون بزرگ برای پرورش اندیشه و فکر، وطنخواهان ایران را به هم پیوسته است. در خجسته سال روز انقلاب ایران صدها هزار تن زن و مرد ایرانی که انقلاب به زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنان جلوه تازه‌ای بخشیده به حرکت در آمدند. آقای نخست وزیر به مناسبت سالگرد انقلاب شاه و ملت در قسمتی از پیام خود به ملت ایران چنین نگاشتند: در آستانه 16 سال انقلاب عهد و میثاق خود را با فرماندهی عالی ایران تجدید می کنیم و در برابر عظمت اندیشه و قدرت اراده طراح و رهبر بزرگ انقلاب سر تعظیم فرود می آوریم و با دلی سرشار از امید و با اراده استوار و خلل ناپذیر به سوی سالهای آینده گام برمی داریم
و مشعل پیروزی ها را نسل به نسل به جلو میبریم تا ملت و تاریخ و فرهنگ جاودانه ما همچنان در پهنه گیتی جاودان و استوار بر جای بماند.